رازها و نیازها. سلام بفرمایید. روزتون بخیر، روز همکاراتون بخیر. عید سعید باستانی رو به شما و همکارای گرامیتون تبریک عرض میکنم. متشکرم، متقابلم. بفرمایید. من میخواستم از حضورتون با عرض معذرت و از حضور همکارای گرامیتون با عرض معذرت سوال کلی رو بکنم. قبل از اینکه این سوال رو بکنم، با کسب اجازه از حضور شما و همکاراتون یه کوتاه درباره خودم میگم. من روستازاده هستم، در امریکا در دهه اواسط دهه 70 تا اواسط دهه 90 در جان هاپکینز بودم، الان در اروپا زندگی میکنم. استدعای من از حضرت عالی این هستش که نه تنها منو بلکه بقیه بیننده ها و شنونده هاتونم یاری کنید، به این صورت برای اینکه بتونم حرفم رو بزنم، چون من رو چیزی ننوشتم که برای شما صحبت کنم، از ذهنیاتمه. از مولانا کمک میگیرم که مولانا در یکی از ابعادی که صحبت میکنه برمیگرده میگه که من قطره‌ایم از اقیانوسی و امیدوارم این علمی که دارم مقداری چی میگن؟ میگردم اقید جمله فارسیش، مقداری خودخواهی باعث نشه که این علم باعث بشه که من خدایی نکرده فکر کنم کسی هستم. من باز با عرض معذرت سوال کلیمو در این مورد میگم. در دنیایی که ما زندگی میکنیم، افرادی که بدون معنویت زندگی بکنن، همانند این شعری از خیام میگه من در عجبم زمین فروشان کیشان، بهسان چه فروشن چه خواهند خرید. البته اگر خیامو کسی نشناسه فکر میکنه خیام یه آدم دام الخمر بوده، در حالی که اگر من بخوام درباره بزرگواری مثل آقای هولاکویی صحبت کنم، باید بگم ایشون در چه عصری زندگی میکرده و در اون عصر چه مسائلی بوده. در زمان خیام هم، خیام در عهد، با عرض معذرت از شما و دوستانتون که اینو میگم، فقط بخاطر اینکه بتونم حرفامو توضیح بدم و بعد منتظر جواب حضرت عالی باشم، خیام در عصر سلجوقیان زندگی میکرده و سلجوقیان یکی از متأثرترین سلسله های مذهبی بعد از اسلام بودن و در زمان سلجوقیان شخصی زندگی میکرده به اسم محمد غزالی و سلجوقیان لقب امام محمد امام بهشون داده بودن و امام محمد غزالی خیام رو پیشوای خودش میدونسته. پس بنابراین وقتی خیام میگه من در عجبم زمین فروشان کیشان، بهسان چه فروشان چه خواهند خرید، منظورش یا حداقل اون چیزی رو که من درک میکنم این استش که زمانی که من وجدان خودم رو بفروشم، به هر قیمتی که بفروشم من بازندم. تا اینجا عرض کردم تا برسم به این مطلب. تو دنیایی که ما زندگی میکنیم، وقتی از درون خالی هستیم و اعتقاد نداریم به معنویت، به اون چیزی که مولانا اعتقاد داره و به اون چیزی که بزرگ من، آقای من، معبود من، رسول اکرم صلی الله برای من و امثال من آورده، یا امیر مومنان علی علیه السلام برای من یا امثال من آورده، من میخواستم از حضرت عالی استدعا کنم که بفرمایید به چه دلیل در برنامه های گوناگونتون مذهب رو اینچنین میکوبید. ما اگر در زمان خودمون نگاه بکنیم، آقای دکتر، آیت الله های زیادی بودند، اما اگر دقیق نگاه بکنیم، مثلا برمیخوریم به آیت الله علامه طباطبایی. این بزرگوار از دید من وقتی صحبت میکنه انسانو به وجد میاره. البته ایشون فوت شده، در رابطه با گفته هاش و کتاباش من دارم عرض میکنم، میشه منو راهنمایی کنید و منو از اشتباه در بیارید که چرا شما اینقدر مذهبو میکوبید و آیا من خودم به عنوان یک مسلمان نماز میخونم؟ و در گذشته بسیار ناراحت بودم چون میدیدم من نماز میخونم، یک دوزنم نماز میخونم، تا برخورد کردم به این شعر: اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ما. من استدعا دارم از شما یه مقدار در این زمینه اگر اجازه میدید من از تلویزیون فرمایشای شما رو گوش کنم، در غیر این صورت گوشی رو نگه می‌دارم و فرمایشای شما رو
گوش میدم. اگر قرار بود توضیح بدم شما دستور بفرمایید و من توضیح بدم. من بسیار سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. چون شاید هستالی بخواید مطلبی بفرمایید، من ترجیح میدم اگر اشکالی نداره گوشی داشته باشید. ببینید هستالی چند تا نکته فرمودید، در کلیاتش مسئله نیست، اونجایش که به من مربوط. یک، من در گفتگوهایی که داشتم که البته الان جای بحثش نیست، من به وجود خدا باور دارم. پس بنابراین بر اساس اعتقاد باطنی من، این حس و احساسی که دارم و عقیده‌ای که دارم، من به وجود خدا باور دارم. به هیچ وجه هم با ادیان یا پیامبران یا با کتاب آسمانی نه اونقدر آگاهی و تخصص دارم و نه هرگز مسئله و مشکلی دارم. اما من دو سه تا نکته دارم که میتونم خدمتتون عرض کنم. مورد اول این هست که بسیاری از اون چیزایی که باور و اعتقاد ما هست کاملا ارتباطش رو با دنیای امروز و برای اینکه استفاده ازش بکنیم از دست داده. اصلا دلیل اینکه به هر حال باوری هست که 124,000 پیغمبر راهنما از جانب خدا اومده تو 6000 سال میشه 17 روز یکی، این نشون دهنده یه تغییر و تحولی است که در این زمینه پیدا شده. بنابراین اولین بحث و صحبت من این است که با اتکا به برخی از این باورها و اعتقادات ما در طول تاریخ شاهد جرم و جنایت بودیم و همچنان هستیم. یعنی ای بسا اگر الان شما با گروه های افراطی از مذاهب مختلف صحبت کنید، این نکته مهمه و امیدوارم هستالی بهش توجه کنید، معلوم نیست که اینا نظرشون خیلی دور از کسانی باشه که به میل خودشون آمدن موضوع رو عوض کرد. یعنی ببینید الان گروه داعش اتکاش که اینجوری آدم میکشه، اتکاش به این مقدار باورهاست و شما و من، یا حداقل من نمیتونم بگم اینا مذهبی نیستن و مذهب و راه و روشی دارن، استنادم میکنن، یا گروه های افراطی و تندرو در طول تاریخ از جوامع دیگه. اشکال کار ما در اینه که برخلاف اون چیزی که میخوایم بگیم، بسیاری از باورها و اعتقادات که میتونه پشتوانه متون رو داشته باشه یا حتی تاریخ اون دین رو داشته باشه و به اصطلاح راه و روش اون زمان داشته باشه، با دنیای امروز سازگاری نره. یکی دو تا مثال عرض کنم خدمت هستاله، اگر متفاوت فکر کنید من بفرمایید. ادیان بزرگی که من و شما میشناسیم به جنگ بردگی نرفتن، یعنی بردگی رو نه حرام کردن نه منع. ادیان بزرگی که من و شما میشناسیم برابری زن و مرد رو قبول نکرد و نپذیرفتن. خب آیا در دنیای امروز که من و شما به اصل برابری انسان صلاحمونه و درست هم هست، مطالعات علمی هم نشون میده باور دارن، من همچنان بیام یه در رو برده و کنیز بدونم و یا زن رو با مرد متفاوت بدونم و دخترم رو از پسرم دو تا موجود متفاوت ببینم؟ یعنی یه مقدار از این باورها به دنیای امروز و اعتقادات امروز نیست، در بقیه زمینه هم هست، در زمینه ازدواج، در زمینه آموزش و پرورشه، در جهت اینکه کی مؤمنه کی منکره، این منکر مستحق چیه، مستوجب چه هست. یعنی اشکال کار در کاربرد اون باورهاست که متناسب نیست و به همین جهت که حتی بر اساس باورها خداوند حرف تازه‌ای حرف دیگری رو ارائه داده. من با مذهب مسئله ندارم، با خدا اصلا مشکل ندارم، با ادیان مثلا با پیروان ادیان که به بانست همون شعری که از تاریخ خوندید، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست، دو تا اینجا مطرحه. آیا هیچ اشکال ایرانی در هیچ کدام از ادیان در ارتباط با دنیای امروز وجود نداره؟ آیا تمام اون نظام باورها و اعتقادات با تصویر و تصوری که ما از پرورش و تعلیم تربیت و از شرایط اجتماعی و نظام سیاسی و اقتصادی و حقوقی و اینا داریم هماهنگی داره؟ آیا واقعا قوانین، قانون اساسی، قوانین مدنی رو ما بر اساس اسلام رو لطفا فراموش کنید، بر اساس هندویزم یا بودیزم یا شینتو یا هر دین دیگری، چون نمیخوام کسی بهش بر بخوره، میتونیم استوار کنیم و یه دنیای سالمی داشته باشیم؟ ببینید اشکال کار در اینه که این موضوعا و مسائل یه مقدار جای گفتگو دارن. من مخالفت ندارم، اما فرض بفرمایید من گفتگویی داشتم با دوستانی
همین روز دوشنبه. آیا واقعا من و شما هستالی که اهل علم هستید ماجرای خلقت رو میتونیم بر اساس اون داستانها بپذیریم و بگیم اینا اینجوری هستن؟ آیا تمام این بحث و گفتگویی که امروز در جهت مسائل فیزیک و مکانیک و اینا هست همه اینا غلطند و بدن؟ یا پزشکی بعدم ادعای من چه بوده عزیز؟ هرز من این است که ما سه تا شناخت داریم، یکی شناخت علمیه، یکی شناخت فلسفی، یک شناخت دینیه. شناخت علمی مال جهان طبیعته و اصلا ادیان در این زمینه ای کاری هم کردن کار درستی نبوده و نباید هم بکنن. امروز دنیای علم فیزیک، شیمی، بیولوژی، حتی علوم انسانی و اجتماعی دارن کار خودشون رو میکنن و در تمام طول تاریخ از اون مطالبی که هستاری فرمودید و یا معنویت نه یه اختراع پزشکی کردن، نه یه اختراع مهندسی کردن، نه اختراع کشاورزی. ممکنه پیرو یه دینی معتقده به یه دینی کار علمی کرده باشه، همونطور که هنوز دارن میکنن، ولی از اونجا نیومده و این کتاب اصلا در اون حریم حوزه نبودن. یعنی بحث یه کتاب فلسفی یا مذهبی در دنیا و چارچوب خودشه. آخه ما اومدیم به حریم دنیای علم وارد شدیم و بعدم مسائل زندگی امروز یه مقدار به خاطر اون پیچیده شده. به عنوان یه جامعه شناس شما به تاریخ نگاه کنید، ادیان دو تا نقش داشتن، از یه طرف عامل وحدت بخش بودن ولی از یه طرف دیگه عامل تفرقه و جنگ بودن. ادیان نبودن، پیروان ادیان بودن، ولی خب به هر حال کار به درستی صورت نگرفته. این چنین شده ما الان در دنیایی که داریم یه جدال بزرگمون جدال ادیان با همن. اشکال کار در این نیست که مؤمن با غیر مؤمن در جنگه. امروز جهان در آتش با دینان و بی دینان نمی‌سوزه، در آتش ادیان مختلف و مذاهب مختلف در این می‌سوزه و عده بیگناه به بدترین صورت ممکن دارن از پا در میان، نه اینکه در بقیه زمین‌ها نیست. بنابراین من شاید از حضور پستالی چون به آخر وقتم رسیدم خواهش کنم اگه دلتون میخواد به گونه‌ای که شما مایل هستید، مایلم صحبتم عرض کنم، ولی چون موضوع مهمی است من استدعام از حضرت عالی دکتر این هست که یه مطلب کوتاه بگم. یه مطلب کوچیکی رو خدمتتون عرض کنم که شما در اون زمینه منو راهنمایی کنید. ادیان هیچ وقت به ضرر هیچ انسانی نبوده. کسانی که معذرت میخوام، منظورم شما نیستید، منظورم هیچ آدم مشخصی نیست، کسانی که ادیان رو تعبیر میکردند، این افراد میومدند و حرفی میزدند که فقط به نفع خودشون بود. برای مثال خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم تمام مسیحی‌های دنیا عضو منو بپذیرن. من مخصوصا اسلام رو مثال نزدم، مسیحیت رو الان مثال زدم که خدمتتون عرض کنم. در زمان حضرت عیسی مسیح صلی الله، کجا این چنین بارگاهی داشتن که در روم امروز پوون و غیره دارن؟ و اجازه بدید ارگم رو با یک کلمه دیگه توصیف کنم خدمتتون که شما منو راه نمایی کنید. در گذشته های خیلی دور، 60 سال پیش، شخصی که در رومانی به دنیا آمده بوده و در فرانسه زندگی میکرده و ایشون اصلا مسلمان نبوده، تحقیقگر محقق بوده، تحقیق میکرده، در رابطه با این تحقیق دو تا کتاب نوشته، یکی محمد پیامبری که دوباره باید شناخت و کتاب دوم عایشه بعد از پیامبر. من همیشه آقای هولاک، آقای دکتر هولاکوی، بعد از نماز این آدم رو دعا میکردم بابت اینکه این کتاب رو الان سالیان ساله که دارم مطالعه میکنم. با یه دوست ترجمندی تلفنی صحبت میکردم، مثل با شما الان دارم تلفنی افتخار صحبت کردن رو دارم، و به ایشون این مطلب رو گفتم و گفتم که شما این کتاب قدیمی رو داری؟ من قدیمیشو دارم، مال مرحوم آقای زبیدالله منصوری، و همیشه هم این آقا رو سر نماز دعا میکنم، این مترجمه. ایشون برگشت که فلان کس رو میشناسی؟ گفتم بله شخصا نه، ولی با کتاباش آشنام. گفت ایشون در رژیم گذشته، یعنی 40 سال پیش، میگفت ایشون رفته در فرانسه و چون محقق بوده خودش، به این محقق رومانیایی برخورده، این آقای ایرانی که رفته در فرانسه، اسمش متاسفانه تو ذهنم نیست، میگفت وقتی با این آقای محقق صحبت کرده، رفته سلام علیک کرده که آقا شما تحقیقگر محقق هستید، منم در ایران محقق هم، میگه این آقایی که رومانیایی بود فریاد کشید تو مهمونی سر من ایرانی، به من شخص ایرانی، که شما ایرانی ها چرا اینقدر جالبی؟ میگفت من اصلا خوشم زد که چرا این رفتار این آقا با من میکنه. گفتم چی شده؟ گفت شما چرا به جایی که کتاب خودتون بنویسید
از کتاب های آدم های دیگه استفاده می کنید و سانسور می کنید کتاب ها رو و توضیح می ده که من در اون کتاب محمد پیغمبری که دوباره باید شناخت یا در کتاب عایشه بعد از پیامبر مقدار زیادی درباره امام علی صحبت کردم که این آقای مترجم از رو سلیقه خودش حذفش کرده. حالا من میخواستم آقای دکتر هلاکویی از شما این رو خواهش کنم، اگر احیانا نمیبینید که انسانهای مختلف که از دید من جنایتکارن، مثلا این آقایی که گروهی که شما اسم بردید الان داره تو خاورمیانه آدم میکشه، یا اون قبلیه که در زمانی برای امریکایی‌ها در افغانستان کار میکرد و بعدم به دست امریکایی‌ها مرد، من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، اسلام اصلا دینی نیست که نیاز داشته باشه به رابطه یا نیاز داشته باشه به دلال یا نیاز داشته باشه به کسی که راهو به من نشون بده. اسلام از دید من راه و راحت نشون میده. اوت میخوام، مجبورم این کلمه رو بگم، باعث معذرت، من هرگز کمونیست نبودم، هرگز علاقه من نبودم، ولی خدا بیامرزه آقای صمد بهلنگی رو، ایشون در یکی از کتاباش به صورت رمان که نوشته بود، من رو دوره دبیرستان میخوندم، میگفت از کرم شبتاب که رو برگ درختان میشینه و سوسو میزنه سوال میکنن که شما برای چه اینقدر تلاش میکنی، سوسو میزنی در مقابل عظمت این شب، شما که نمیتونی شب رو کتمان کنی. و کرم شبتاب برمیگرده میگه هر کس در مقابل جسته خودش، بزرگی خودش، اندیشه خودش سوسو بزنه، شبی وجود نداره. من مجبورم اینو خدمتون الان بگم، یکی از دوستان من در یک ماه پیش رفته ایران و چون اجازه ندارم اسمشو نمیارم و تا اواسط فروردین در یکی از بیمارستان‌های تهران، و من اینو مطمئنم چون با هم تماس داریم و من با دوستان دیگه هم همکارای دیگه هم تماس دارم، تمام بیمارهایی که کانسر دارن و در رشته خودش مجانی عمل میکنه و این هم سوسو زدن کرم شبتابه که اگر من به اندازه خودم بتابم دیگری به اندازه خودش بتابه، شبی وجود نداره. تمام این آدم هایی که به اسم اسلام، مسیحیت و غیره آدم میکشن یه مش جنایتکارن آقا، نه مسلمانن، نه مسیحیان، نه هیچ دین دیگه ای دارن. با عرض معذرت که وقتتون گرفتم گوشم برای که به من جواب نه متاسفانه ممطور که خدمتون عرض کردم، متاسفانه من 5 دقیقه از وقتم گذاشتم.